برادران کارامازوف جلد اول فصل چهارم خانش دیبا رستگار عنوان پسر سوم آلیوشا او بیست سال بیشتر نداشت همان وقت برادرش ایوان بیست و چهار ساله بود و برادر ارشدشان دیمیتری بیست و هفت ساله اول از همه لازم به توضیح هست که این مرد جوان یعنی آلیوشا متشرع نبود و دست کم به نظر من عارف هم نبود. بهتر هم هست از همین اول نظرم را بی و کاست ابراز کنم. او از اولین دوستداران انسانیت بود. و اگر هم زندگی روحبانی را اختیار کرد برای این بود که به نظرش آمد برای جانش که میکوشید آن را از ظلمت معصیت برهاند و به نور عشق واصل کند مفری آرمانی است و به دلیل اینکه زندگی روحانی بر او این گونه جلوه کرد این بود که کسی را آنجا یافت که به نظرش تالی نداشت و او کسی نبود جز پیر دیر سرشناس دیارمان پدر زوسیما که یک دل نه صد دل عاشقش شد هیچ حرفی ندارم که حتی در آن زمان هم آدمی بسیار عجیب بود راستش این که از گهواره چنین بود راستی این را هم گفتم که به رغم محروم شدن از مادر در چهار سالگی تا آخر عمر از یادش نبرد چهرهش را نوازش هایش را مثل اینکه زنده در برابرم ایستاده همگان میدانند چنان یادهایی چه بسا در سنی کمتر از چهار سال حتی از دو سالگی هم بر جای بماند اما بر جای ماندنش تا آخر عمر از نوادر است مانند نقطه های روشنایی از دل تاریکی مانند گوشه ای بریده شده از تصویری حجیم که همه چیزش رنگ باخته و ناپدید شده باشد الا همان بریده یعنی اینکه همین حالا با او بود به یاد می آورد شامگاهی از شامگاهان ساکت تابستانی را پنجره ای باز و شعاع کچکج خورشید رو به غروب را شعاع کچکج را روشنتر از چیزهای دیگر به یاد میآورد در کنجی از اتاق تمثال مقدس و در برابر تمثال فانوس روشن و زانو زده در برابر تمثال مادرش که زار زار می گریست. و او را که از دست کس دیگری قاپیده بود چنان تنگ دلش گرفته بود که دردش می آمد و داشت به خاطر سلامتی او به درگاه بیبی بی دو عالم دعا می کرد و او را به طرف تمثال دراز کرده بود انگار که بخواهد در کنف حمایت آن حضرتش قرار دهد ده و یک هو پرستاری به دو میآید آید و از سر وحشت کودک را از دستش می قابد. آری با تصویر مو می زد و آلیوشا چهره مادرش را در آن لحظه بیاد می آورد و از روی زاکره می گفت چهرهش شوریدوار ولی زیبا بود. منتها در بند بازگو کردن این خاطره نبود در کودکی و جوانی به هیچ روی پرگویی نمیکرد و راستش کم میگفت آن هم نه از حجب یا مردم گریزی بلکه برعکس از چیزی متفاوت از نوعی دل مشغولی صد در صد شخصی که ذره هم به دیگران ارتباط نداشت اما برای خودش به قدری مهم بود که گویی به خاطر آن دیگران را از یاد می برد. اما به مردم مشتاق بود سراسر عمر چنین می نمود که نسبت به مردم ایمان مزمری دارد با این حال به چشم آدم سادلوه به او نگاه نمیکردند. در وجودش چیزی بود که بلافاصله این احساس را در آدم بر می که اصلا در بند حکم کردن درباره دیگران نیست و تا آخر عمر همچنین ماند و به خودش حق انتقاد از دیگران را نمیدهد. و هرگز هم کسی را برای کاری محکوم نمی کند. راستش به نظر چنین می آید که رضا به داده داده است. گو اینکه که اغلب به زاری زار می گریست و این تا بدان پایه بود که هیچ کس او را حتی در اوان جوانی شگفت زده یا حراسناک نمی کرد. در بیست سالگی که به خانه پدرش آمد، خانه ای که پر از گند بیبند و باری بود از آنجا که طیب و طاهر بود به دامن سکوت پناه برد آن هم در جایی که نگاه کردن هم طاقت سوز بود منتها به هیچ نشانی از تحقیر یا محکوم کردن پدرش که به سبب توفیلیگری قبلیش حساس و زودرنج شده بود ابتدا با بیاعتمادی و بدخلقی با او روبرو شد می گفت کم میگوید و زیاد فکر می کند اما به زودی یعنی دو هفته نشده بنا کرد به بغل کردن و بوسیدنش آن هم با اشک و احساساتیگری ناشی از مستی با این حال پیدا بود که محبت واقعی و عمیقی نسبت به او احساس می کند محبتی که پیش از آن نتوانسته بود در کسی مرعی دارد راستش این مرد جوان هر جا که می رفت مورد محبت واقعی می شد و از اوان کودکیش چنین بود وقتی وارد خانه حامی و ولی نعمتش یفیم پتروویچ شد در دل تمام اعضای خانواده جا گرفت طوری که به چشم فرزند به او نگاه می کردند. با این همه در چنان سن و سالی وارد این خانه شد که نمی توان گفت برای جلب محبت از روی نقشه یا ترفند عمل کرده است. در نتیجه جلب محبت دیگران به طور مستقیم و ناخواسته محبت فطری او بود یعنی در سرشتش بود. در مدرسه هم وضع به همین منوال بود هرچند یکی از آن بچه هایی می نمود که هم کلاسی هایشان به آنان اعتماد ندارند گاهی مسخرهشان می کنند و حتی از آنان بیزاری می جویند. مثلا او رویایی بود و تا اندازه هم یک و تنها از اوان کودکیش علاقه داشت که راهش را بگیرد و برای درس خواندن به کنجی برود و با این همه هم کلاسه هایش آنچنان دوستش می که در تمام دوران تحصیل محبوب همگان بود. چندان اهل بازی و تفریح نبود اما در همان نگاه اول هر کسی متوجه میشد از بدخلقی نیست. به عکس او زبل و خوشخو بود. هرگز هم در صدد خودنمایی بر نمی آمد. شاید برای همین هیچگاه از کسی نمی ترسید. با این همه بچه ها در دم دریافتند که لاف نترسیش را نمی زند و مثل این است که از جسارت و بیباکیش خبر ندارد. هیچگاه اهانت را به دل نمی گرفت. پیش می آمد که ساعتی بعد از اهانت شخص اهانت کننده را مخاطب قرار می داد یا به فلان پرسش با چنان حالت پر اعتماد و صمیمی جواب می داد که گویی چیزی پیش نیامده است. نه اینکه اهانت را از یاد می برد یا از روی قصد آن را می بخشید بلکه آن را اهانت تلقی نمی کرد و همین کار دل از بچه ها می رو بود و فریفتهشان می ساخت. یک خصوصیت واحد داشت که جملگی همکلاسانش را از آن ته تا ردیف اول وا داشت دستش بیاندازند. آن هم نه از روی شرارت بلکه به این دلیل که سرگرمشان می ساخت. این خصوصیت عبارت بود از حجب و پاکدامنی غیر معمولی که سر به افراد می زد. شنیدن کلمات و سخنان چند درباره زنان فوق تحملش بود کلمات و گفتارهایی چند هست که بدبختانه نمی شود در مدارس از بینشان بود پسرانی ذهن و دلپاک که هنوز سر از تخم در, در نیاوردن مشتاقند که در میان خودشان و حتی به صدای بلند از چیزها و تصاویر و نگاره های سخن بگویند که حتی سربازان هم گاهی با درنگ به زبان می آورند. از این هم بیشتر از خیلی چیزهایی که سربازان آگاهی و تصوری ندارند فرزندان قشر تحصیل کرده و اعیان ما با آنها آشنایند فساد اخلاقی و فسق و فجور را هنوز در آن راهی نیست اما نمودش هست و اغلب به چشم چیزی ناب و ظریف و پرجسارت و شایسته تقلید به آن مینگرند از آن سخن که میگفتند و میدیدند آلیوشا کارامازوف انگشت در گوش فرو کرده گاهی او را در میان می گرفتند دستهایش را پس می و کلمات رکیک را توی گوشهایش داد میکشیدند و او تقلا می کرد و بر کف کلاس می غلطید و بیان که ناسزایی بر زبان آورد میکوشید خود را پنهان کند و اهانتهای آنان را در سکوت تحمل کند اما آقل به حال خود رهایش میکردند و دست از زخم زبان بر می داشتند وانگهی از سر مهر به چشم نقطه ضعف به خصوصیت او نگاه کردند او همواره یکی از بهترین شاگردان بود اما هیچ وقت شاگرد اول نبود به وقت مرگ یفیم پتروویچ دو سال دیگر مانده بود که آلیوشا دبیرستان را تمام کند بیوه تسلل ناپذیر یفیم پتروویچ اندک زمانی پس از مرگ شوهر با تمام خانواده که فقط از زن و دختر تشکیل میشد به قصد اقامت دیرپا به ایتالیا رفت آلیوشا به خانه دو تن از خیشان دور یفیم پتروویچ رفت بانوانی که پیش از این ندیده بودشان خودش هم نمیدانست که با چه شرایطی با آنان زندگی می کند. در حقیقت خصلت او این بود که اهمیت نمیداد با هزینه چه کسی زندگی کند در این باره درست نقطه مقابل برادرش ایوان فودوویچ بود که دو سال اول تحصیل در دانشگاه را با فقر جنگید و از راه کوشش خود را سر پا نگه داشت و از کودکی به تلخی آگاه بود و با هزینه ولی نعمتش رو روزگار می گذرند. اما این نشان غریب در خصلت آلیوشا به نظرم نباید مورد انتقاد سخت قرار گیرد چون با کوچکترین آشنایی با او هر کسی در می یافت که آلیوشا یکی از آن جوانان بود تا حدی از جنم مذهبی های پراپاگورس که اگر ناگهان به گنج کلان دست می یافتند به تقاضایی در بخشیدنش تردید روا نمی داشتند. حالا یا برای احسان یا شاید به تقاضای رند زیرک. به طور کلی انگار از ارزش پول چندان آگاه نبود. البته نه به مفهوم ظاهری آن. درخواست پول تو جیبی هم نمی کرد. در جایی هم که به او میدادند نسبت به آنچنان بی توجه بود که به یک دم می رفت یا هفته ها نگهش می داشت و نمیدانست با آن چه کند. پیوتر الکساندرویچ میوسوف که به لحاظ پول و درستکاری خاص برجوازی بسیار حساس بود بعدها پس از شناختن آلیوشا کلمات قصار زیر را بر زبان آورد اینک شاید تنها آدمی در دنیا که چه بسا در میانه شهر بیگانه میلیونی بی هیچ پولی رهایش کنی و آسیبی به دونر از سرما و گرسنگی نمی میرد چون خوراک و سرپناه در دم به او میدهند و در غیر این صورت سرپناهی برای خود می جوید و برایش به قیمت تلاش یا خفت تمام نمی شود و سرپناه دادن به او مایه زحمت نمی شود بلکه به عکس شاید هم مایه خوشوقتی باشد. آلیوشا دوره دبیرستان را تمام نکرد. یک سال پیش از پایان اش یک بارگی با بانوان کذایی اعلام کرد که میخواهد درباره نقشه که به ذهنش افتاده برای دیدن پدرش برود. ایشان ناراحت شدند و, و دل به رفتنش نمیدادند. سفرش پرهزینه نبود و بانوان نگذاشتند ساعتش را که یاد بودی از خانواده ولی نمتش به هنگام رفتنشان به خارج بود گرو بگذارد. ایشان با دست و دلبازی به او پول دادند و حتی لباس و ملافه نو در اختیارش گذاشتند اما نصف پول را به ایشان بازگرداند و گفت قصد دارم با وسیله درجه سه سفر کنم با رسیدن به شهر در پاسخ به اولین سوال پدر که چرا پیش از اتمام دوره آمده است چیزی نگفت و چرا که نقل می کنند بسیار اندیشناک مینمود به زودی معلوم شد که دنبال گور مادرش می گردد در آن زمان اقرار کرد که هدف از سرکشیش همین بوده است اما نمی شود گفت که تمامی دلیل همین بوده است. احتمال زیادی دارد که خودش هم متوجه نبود و نمی توانست توضیح بدهد که چه چیزی در جانش ناگهان قد علم کرده و مقاومت ناپذیر به راهی نو و ناشناخته و گریز ناپذیرش کشنده است. فئودور پاولویچ نمی توانست نشانش دهد که زن دوم او کجا خاک شده است. چون از آن زمان که روگ تابوت وی خاک ریخته بود هرگز به سراغ گورش نرفته بود و به مرور زمان پاک از یاد برده بود که کجا خاک شده است در ضمن فیودور پاولویچ از قبل برای مدتی در شهر ما زندگی نکرده بود سه یا چهار سال پس از مرگ زنش به جنوب روسیه رفته عاقبت سر از اودسا درآورده بود و چند سالی را در آنجا سر کرده بود ابتدا به گفته خودش با تعداد زیادی از بچه و زن و مرد یهودی از طبقه پایین آشنا شده و در آخر یهودیان طبقه بالا و طبقه پایین به یکسان پذیرایش شده بودند چه بسا گمان رود که در این هنگام استعداد ویژه‌ای برای کسب و احتکار پول به هم زد عاقبت سه سال پیش از ورود آلیوشا به شهرمان بازگشت آشنایان پیشین متوجه شدند که بسیار سالخورده مینماید هرچند به هیچ روی پیرمرد نبود رفتارش نه چنان بود که از سر وقار بیشتر باشد بلکه از اهانت بیشتر مایه می گرفت. آن دلغک پیشین برای دلغک کردن دیگران گرایشی جسورانه از خود نشان میداد اشتهای او برای زن نه چون پیش که تیزتر شده بود در زمانی کوتاه چندین و چند میخانه باز کرد آشکار بود که شاید صد هزار روبل و نه کمتر دارد بسیاری از ساکنان شهر و حوزه شهر به زودی زیر قرضش رفتند و البته وسیقه مطمئن به او سپرده بودند اواخر هم پف کرده می نمود و غیر مسئولتر و نابهنجارتر سردرگم شده بود یک چیزی را شروع می کرد و به چیز دیگری عمل می کرد هرچه بیشتر مست می کرد و اگر به خاطر گریگوری همان نوکر کذایی نبود همون که دیگر سال خورده شده بود و گاهی مانند مربی از او مواظبت می‌کرد. چه بسا خود را به دردسرهای شدید میانداخت ورود آلیوشا انگار جنبه اخلاقی او را تحت تاثیر قرار داد گویی در این آدم زود پیر شده چیزی بیدار شده باشد که زمانی دراز در جانش مرده بود اغلب به آلیوشا که نگاه میکرد میگفت میدانی که مثل او آن زن جنزده هستی اسم خطایی او به زن مرده اش مادر آلیوشا این بود گریگوری بود که گور زن جنزده را به آلیوشا نشون داد او را به گورستان شهرمان برد و در کنجی دورده است قبری با سنگلوهی ارزان قیمت اما با حرمت نگه داشته شده نشانش داد که اسم و سن متوفا و تاریخ در گذشتش بر آن حک شده بود و بر پایین آن هم شعری چهار مصرعی همان گونه که نوشتن آن بر گورهای از رسم افتاده ی طبقات متوسط معمول است. در کمال شگفتی آلیوشا معلوم شد که گذاشتن سنگ قبر کار گریگوری بوده است. به هزینه خودش آن را روی قبر زن جنزده بی گذاشته بود. البته پس از آن که فعودور پاولویچ که راجع به قبر اغلب به جانش نقمی زده به اودسا رفته و قبر را با تمامی یادهای آن به فراموش سپرده بود. آلیوشا به دیدن قبر مادرش احساس خاصی بروز نداد تنها به حکایت معقول و با تومعنینه گریگوری از بنا کردن گور گوش میداد و با سری خمیده ایستاده بود و بی آنکه کلام بر زبان آورد به راهش رفت پس از آن شاید سراسر آن سال به سراغ گورستان نرفت اما همین واقعی کوچک بر فئودور پاولویچ بی اثر نبود آن هم واقعی بسیار اصیل ناگهان هزار روبلی را به سومعی ما برد و برای خیرات زنش پرداخت اما نه برای زن دومش مادر الیوشا زن جنزده بلکه برای زن اولش آدلایدا ایوانا که کتکش میزد شامگاه همان روز مست کرد و نزد آلیوشا به رحبانان ناسزا گفت خودش آدمی بود به دور از مذهب شاید هیچگاه شمعی یک پولی در برابر تمثال قدیسی ننهاده بود انگیزه های غریب احساس ناگهانی و اندیشه ناگهانی در چنان موضوعاتی عادی است یادآور شده ام که پف کرده می نمود قیافهش در این هنگام نشان از چیزی داشت که بی تردید به زندگی از سرگزرانده اش گواه میداد. علاوه بر کیسه های بلند و گوشتی در زیر چشمان کوچک و همیشه جسور و مزنون و تنزالودش افزون بر چینهای عمیق و بیشمار در چهره کوچک و فربهش خرخره زیر چانه تیز او مانند غنبادی بزرگ و گوشتی آویزان بود که هیئتی غریب و نفرتخیز و شهوی به او میداد و افزون بر آن دهانی دراز با لبان پفالود که از میان آن تنه کوچک دندانهای سیاه و پوسیده دیده میشد هر زمان که به سخن گفتن می آمد آب از دهانش بیرون می پرید. علاقه داشت چهرهش را به باد مسخره بگیرد هرچند به نظر من از آن خیلی هم راضی بود. او به خصوص به بینیش اشاره می کرد که چندان بزرگ نبود بلکه ظریف و عقابی بود و می گفت بینی رومی با غمبادم. درست قیافه نژاد کوهن رومی را از دوران منحت دارند. از آن مغرور می نمود. آلیوشا زمانی نچندان دراز پس از سرگشی به گور مادر ناگهان اعلام کرد که میخواهد وارد صومعه شود و رهبانان مایلند او را در مقام مرید بپذیرند گفت که آرزوی بزرگم همین است و از حضور شما پدر عزیزم کسب اجازه میکنم پیرمرد میدانست زوسیمای پیر که در عزلتگاه میزیست تأثیر خاص روی پسر مهربان او نهاده است پس از گوش دادن به آلیوشا در سکوتی اندیشناک و شگفت زده ننمودن از تقاضای او گفت البته او از همه راهبان آنجا شریفتر است. هم، که میخواهی آنجا بروی پسرکم؟ نیمه مست بود و ناگهان نیش نیمه باز نیمه مستش را باز کرد که خالی از حیله و تدبیر نبود. هم، به دلم برات شده بود به اینجا میرسی. باور میکنی؟ یک راست به سراغش میرفتی. خوب، راستش دو هزار روبل داری که جهیزیت است و من هم فرشته من ولت که نمی کنم و هر بار مبلغی را که ازت بخواهند اگر که بخواهند می پردازم. ولی البته اگر نخواهند چرا نگرانشان کنیم؟ چه میگویی میدانی می, می دانی که مثل قناری پول خرج می کنی هفته ای دو دانه هم. میدانی نزدیک صومعه جایی بیرون شهر که هر الف بچه ای می میداند کسی در آن نیست جز زنان راهبان یعنی به همین نام مشهورند به نظرم سی زن خودم آنجا بودم میدانی در نوع خودش جالب است البته به صورت تنوع بدیش در این است که خیلی روسی است از زن فرانسوی خبری نیست البته میتوانند زن فرانسوی را هم به قید فوریت بیاورند پول کرانی دارند اگر خبر پول برسد می آیند خب اینجا از آن چیزها خبری نیست فقط دیویست تا راهب است آدم های شریفی هند. روزه می گیرند قبول می کنم. که می خواهی راهب بشوی؟ آلیوشا می دانی از بابت از دست دادن تو متاسفم؟ باورت می شود راستی راستی به تو علاقه من شدم؟ خب فرصت است برای ما مسیحیت کاران دعا کنی ما اینجا خیلی مسیحیت کرده ایم همیشه در این فکر بودم که چه کسی برایم دعا می کند و آیا کسی در این دنیا هست که این کار را بکند پسر عزیزم در این باره خیلی ابله هم باورت نمی شود خیلی ابله میدانی دانی هر چند در این باره خیلی ابله هم هی فکر می کنم گاه و بیگاه و البته نه همه وقت فکر می کنم من که بمیرم محال از شیاطین از یادشان برود مرا با قلابشان به جهنم بکشانند آن وقت در عجب میافتم قلاب از کجا قلاب گیر میآورند از چه قلاب های آهنی کجا آب می کنند کوره ای چیزی آنجا دارند راهبان در صومعه شاید فکر می کنند که مثلا در جهنم سقفی هست حال حاضرم که جهنم رو باور کنم اما جهنم بی سقف آراسته تر و معقول ترش می منظورم این که بهترش می دست آخر چه اهمیتی دارد که سقف داشته باشد یا نداشته باشد منتها می که همان سؤال لعنتی در کنه آن است اگر سقفی نباشد خب قلابی هم در کار نیست اگر قلاب در کار نباشد در هم فرو میریزد ز... می که باز هم بعید است چون آن وقت کسی در کار نیست تا مرا به جهنم بکشاند و اگر به جهنم نکشانندم پس چه عدالتی در دنیا هست؟ باید ابداعشان کنند آن قلاب را آن هم فقط برای من چون آلیوشا اگر بدانی که چه آدم هرزه ای هستند؟ الیوشا با نگاهی مهربان و جدی به پدرش گفت ولی آنجا قلابی در کار نیست آره آره فقط سایه قلاب میدانم میدانم یک فرانسوی جهنم را این گونه وصف کرده عزیز من از کجا می قلابی در کار نیست؟ با راهبان که زندگی کنی نقمه دیگری ساز می کنی اما برو برو و در آنجا به حقیقت برس و بعد بیا و به من بگو باری رفتن به آن دنیا ساده تر است اگر آدم بداند در آنجا چه هست به علاوه برای تو شایسته تر است که به جای هم نشینی با من با پیرمردی مست و سلیته های جوان معاشر روحبانان باشی هرچند که به فرشته میمانی و هیچ چیز در تو کارگر نمیافتد و به جرأت میگویم که آنجا هم چیزی در تو کارگر نمیافتد برای همین است که میگذارم بروی چون به آن امید بستم. عقلت سر جایش است از درون و برون میسوزی شفا می یابی و باز برمیگردی و در انتظارت خواهم ماند احساس میکنم که تو تنها موجودی در دنیا هستی که محکومم نکرده است پسر عزیزم این را احساس میکنم میدانی چاره جزی ندارم تازه بنای آبغوره گرفتن هم گذاشت احساساتی بود گنهکار و احساساتی